این داستان رو میخونم، با هم مرور میکنیم، چند دقیقه از وقتی کلاسمون رو میگیره ولی میارزه. داستان فوق‌العاده‌ای، البته من داستان خلاصش کردم. میگه شیر و گرگ و روبهی بهر شکار رفته بودن دست طلب در کوهسار، تا به پشت یکدگر بر صیدها سخت بربندند بند و قیدها. داستان تا اینجاش مشخصه. یه شیر و گرگ و روباهی همدست شدن که برن توی کوهستان دنبال شکار. هر سه با هم اندران صحرای ژرف، صیدها گیرند بسیار و شگرف. گرچه زیشان شیر نر را ننگ بود، لیک کرد اکرام و همراهی نمود. شیر به اینا نیازی نداشت، ولی از روی کرم اومد همراه اینا شد، گفت اینا هم از قبال ما یه چیزی نصیبشون بشن، ولی شیر نیازی نداشت. حالا جلوتر میریم متوجه میشیم که اینجا شیر نماد چی. البته این بیتی هم که از مولانا خوندیم، اونجا تو اون بیت شیر نماد اولیاء خدا بود. وقتی میگه ولی خدا یعنی خدا، یعنی کسی که اتصال داره. این چنین شهر راز لشکر زحمت است. یه شاهی هست از این شاه‌های دنیایی که دنبال اینه که یه لشکری برای خودش جمع کنه و با این لشکری حرکت بکنه. اگه لشکر نباشه چی؟ ولی میگه این چنین شهر راز لشکر زحمت است، لیک همره شد جماعت رحمت است. این چنین مه را ز اختر ننگ هاست، او میان اختران بهر سخاست. از رو کرمشه که بین اونهاست. چون که رفتند این جماعت خلاصه سوی کوه، در رکاب شیر با فر و شکوه، گاو کوهی و بز و خرگوش زفت، یافتند و کار ایشان پیش رفت. گاو کوهی گوزن، بز کوهی با یه دونه خرگوش توپل گیرشون اومد، کارشون پیش رفت. هر که باشد در پی شیر حراب، کم نیاید روز و شب او را کباب. ببین چه شباهتی داره با این بیت، در پناه شیر کم نیاید کباب. خلاصه به نظرم نظر داشته مولانا به این بیت. چون ز کوه در بیشه آوردندشان، کشته و مجروح و اندر خون کشان، گرگ و روبه را طمع بودندران، که رود قسمت به عدل خسروان. یعنی این گرگو با روبا میگفتن که بالاخره خودشون رو در کنار شیر میدیدن و خودشون رو صاحب سهم میدونستن. فراموش کرده بودن این که اگر شیر اومد در کنار ما قرار گرفت به خاطر لطف بود. میگه شاه اگر با تو نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و آن سوتر نشین. اینا قدر خودشون رو، جایگاه خودشون رو ندونستن. عکس طمع هر دوشان بر شیر زد، شیر دانستان طمعها را سند. شیر فهمید که داستان از چه قرار. هر که باشد شیر اسرار و امیر، او بداند هر چه اندیشد ضمیر. این نگه داری دل اندیشه خوب، دل اندیشه خوب یعنی دلی که دائما این اندیشه ها ناخواسته، انواع و اقسام خیالات باطل. اینجا اندیشه معنی منفی داره، میگه اندیشه را رها کن و دل ساده شو تمام، چون روی آینه که به نقش و نگار نیست. اندیشه یعنی فکرهای باطل، یعنی ترس های ما، یعنی طمع های ما. هین نگهدار ای دل اندیشه خو، دلی که با اندیشه خو کرده، دلی که نمیشه از اندیشه نگهش داشت، ذهنی که دائم داره تراوش میکنه این اندیشه های باطل رو، نمیشه خاموشش کرد، دکمه خاموش نداره. هین نگهدار ای دل اندیشه خو، دل ز اندیشه بدی در پیش او، داند و خر را همی راند خموش، در رخت خندد برای روی پوش. شیر چون دانست آن وسواسشان، وا نگفت و داشت آن دم پاسشان. یعنی سکوت کرد و فهمید که داستان از چه قراره، ولی اصلا ما توی این عالم اینجوری داریم زندگی میکنیم.
ما نتیجه خیلی از اعمالمون، نتیجه خیلی از افکارمون به اون بر نمیگرده. انگار نه انگار که ما این کارا رو داریم میکنیم، انگار نه انگار که ما این فکرها رو داریم میکنیم. لیک با خود گفت بن مایم سزا مر شما را، ای خسیسان گدا، مر شما را بس نیامد رای من، ظنتان این است در اعطای من. یعنی من که همراهی کردم با شما، منی که نیازی ندارم به اینها، شما فکر میکنید که من باید بیام اینجوری تقسیم کنم، اینو بدم به این، اینو بدم به اون، اینو بدم به اون. چرا نذاشتید به عهده من؟ شیر با این فکر میزد خنده فاش، از تبسم ها یا بر تبسم های شیری من مباش. شیر تبسم که میکنه، یه وقتایی آدمی که شیر رو نشناسه، شیر وقتی که داره دندوناشو نشون میده میگه داره به من میخنده. میگه مال دنیا شد تبسم های حق، کرد ما را مست و مغرور و خلق. میگه دنیا همین جوریه، میگه این که دنیا به تو رو میاره، تو میگی خدا منو خیلی دوست داره، اگر منو دوست نداشت چرا به فلانی نداد، چرا به من داد. غافل از این که این تبسم این شیره. حالا من چند بیت رو حذف کردم، پریدم. گفت شیره گرگ این را بخش کن، رو به گرگه کرد، گفت اینا رو تقسیم کن، این سه تا شکار. معدلت را نو کنی گرگه کهون، نایب من باش در قسمتگری، تا پدید آید که تو چه گوهری. نشون بده مایت رو، نشون بده که چیه. گفت ای شه، گاو وحشی بخش توست. گوز مثلا درشتر بود دیگه، اینم به حساب خودش خیلی منطقی رفتار کرد. اصلا منطق و به قول معروف اون چیزی که ذهن ما به عنوان منطق، قبلش هم همین بود دیگه، تو اون داستان هم همین بود که میگو این دم استدلالش به جنبش در اومد. گرگ گفت ای شه، گاو وحشی بخش توست، آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چوست. بوز مرا که بوز میانست و وسط، روبه ها خرگوش بستان بی غلط. خرگوش هم معلوم مال روبه هست. شیر گفت ای گرگ، چون گفتی بگو، چون که من باشم تو گویی ما و تو. تو اینجا داری چی میگی؟ میگی من و تو؟ منو یکی حساب میکنی؟ خودت هم یکی حساب میکنی؟ گرگ خود چه سگ بود که خیش دید، پیش شیر پیش چون من شیر بی مثل ندید. ندید یعنی نظیر، مانند. گفت پیش آ ای خری کو خود بدید، پیش آمد پنجه زد او را درید. بعد اینجا یه حکایت، یه داستان در داستان دیگه ای میگه که آن یکی آمد در یاری بزد. یه معشوقی اومد، یه عاشقی اومد در خونه معشوقش، آن یکی آمد در یاری بزد، در زد. گفت یارش کیستی ای معتمد، من به کی دارم اعتماد میکنم، در رو برای کی باید باز کنم، خودتو معرفی کن. گفت من. گفتش برو، هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. این تا گفت منم، گفت بفرمایید. خام را جز آتش هجر و فراق، کی پزد کی با رهاند از نفاق. رفت و آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. این همون سیریه که توی اون غزل حافظ خدمتتون گفتم که اصلا سلوک یعنی رسیدن از یک من توهمی به یک حقیقت مطلق. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر، پخته شد آن سوخته پس بازگشت، باز گرد خانه انباز گشت. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، این دفعه هم در زد، اون دفعه هم در زد، اما اون دفعه با جسارت در زد، اون دفعه من بود،
حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا که نجهد بی ادب لفظی ز لب. بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم توی ای دل ستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایش دو من را در سرا. دو تا من تو این عالم، تو این عالم نمی گنجه. تو این عالم صحبت وحدت وجود بود، یک حقیقت در این عالم وجود داره، دو تا نیست. نیست سوزن را سر رشته دوتا، چون که یکتایی در این سوزن درا. رشته را باشد به سوزن ارتباط، نیست در خور با جمل سمل خیاط. جمل شطوره. آقا شطور میتونه تو سوزن سوراخ سوزن رد شه؟ میگه نمیتونه. بعد میگه کی شود باریک هستی جمل؟ هستی جمل یعنی شطور کی میتونه قابلیت این رو پیدا بکنه که از توی این سمل خیاط رد بشه؟ جز به مقرازه. مقراز یعنی قیچی، مقراز ریاضات و عمل. بگذاریم، حالا باز این داستانم ادامه داره، اینم بگذاریم، برمیگردیم سراغ داستان شیر و گرگ و روبا. خلاصه گرگ را برکند سر آن سرفراز، تا نماند دو سری و امتیاز. بعد از آن رو شیر با روباه کرد، به گرگه گفت اینو تقسیم کن. گرگه اومد تقسیم کرد، گفتش که آقا این گوزنه شما از همه بزرگتری، مال شما، منم که متوسطم اینم مال من. خیلی هم خوشحال بود از این تقسیمی که کرده. و خرگوش روبه ها خرگوش بستان بیگلد. بعد از آن رو شیر با روباه کرد، گفت این را بخش کن از بحر خرد، یعنی خردن، یعنی خوردن. سجده کرد و گفت این گاو سمین چاشت خوردت باشد ای شاه گزین. این گوزن صبونتون باشه. وین بز از بحر میان روز را، بزو بذارید برای ناهارتون، یخنی باشد شاه پیروز را. یخنی انگار غذایی که با گوشت درست میکنن و اینا، اینم بذارید برای ناهارتون. وان دیگر خرگوش بهر شام هم، شب چره آن شاه با لطف و کرم. بعد آخرش هم یه اشاره کرد که شما کریمی. گوزنه رو سونه بخوری، بوزه رو ناهار بخوری، خرگوشه رو هم برای شامتون باشه. گفت ای روبا عدل افروختی، این چنین قسمت زکه آموختی؟ گفت از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. او گرگه به من اینو یاد داد. در زندگی خود ماها این اتفاقا می افتاد، یعنی گرگه لزوماً یه اتفاق بیرون از ما نیست. بارها آسیب خوردیم و بارها این گرگ درونمون دریده شده. اگر روباه درون ما هوشیار باشه، انگار که ما روی دنده دیگه‌ای باید الان کار بکنیم. اگر هوشیار باشیم، اگر آگاه باشیم، اگر نه که دائما این گرگ وجودمون داره همینجوری پیش میره، این ضربه میخوره، این ضربه میخوره، ولی عبرت نمیگیره. میگه از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سه را برگیر و بستان و برو. من که اصلا نه گاو میخواستم و نه بز میخواستم و نه خرگوش، داستان چیز دیگه ای بود. بعد گفت که روبها چون جملگی ما را شدی. ما را، این را یعنی برای، نشانه حرف اضافه است. ما را شدی یعنی برای ما شدی، از ما شدی.
روبه ها چون جملگی ما را شدی چون آزاری چون تو ما شدی ما تو را و یعنی اصلا خود من برای تو اصلا من و تویی وجود نداره ما تو را و جمله اشکاران تو را پای بر گردون هفتم نه برا چون گرفتی عبرت از گرگ دنی پس تو روبه نیستی شیر منی عاقل حالا یه نتیجه گیری هم میگیره عاقل آن باشد که عبرت گیرد از مرگ یاران در بلای محترز روبه حالا باز ابیاتی داره که من اینا رو هی حذف کردم و اینا روبه آن دم بر زبان صد شکر راند که مرا شیر از پی آن گرد خواند گر مرا اول بفرمودی که تو بخش کن این را که جان بردی از او عاقل از سر بنابراین عاقل ادعا نمی کنه اگر یه توفیقی به دست آورد بر دانش خودش به قول حافظ بر تقوای خودش تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست تو من رو در یه موقعیتی قرار دادی مثل یه بچه‌ای که باباش توی موقعیتی قرار میده توپم میذاره جلوش خودش هم الکی ادای اینو در میاره که آره تو توپو زدی من نتونستم بگیرم یه شیرجه الکی هم میزنه که این بچه میخواد گل بزنه تو اینو منو توی موقعیت اگه اول از من سوال کرده بودی اگه منو توی موقعیت سختی گذاشته بودی چه اتفاقی میافتاد معلومه که چه اتفاقی میافتاد عاقل از سر بنهدین هستی و باد ادعای هستی و باد غرور عاقل انسان عاقل از سر بنهد رها میکنه دست بر میداره از این ادعا کردن ها که من توانمنده من باهوش بودم من زرنگ بودم من خوب بلدم چون شنید انجامه یعنی سرانجامه فرعونان و عاد اقوام گذشته رو این همه سرنوشت آدمایی که خیلی زرنگ تر از تو بودن او میدونی چقدر آدمایی بودن که خیلی حتی زرنگ تر بودن برو سرنوشتاشون رو بخون ببین چه بلاهایی سر این آدمایی که گذشته بودن افتاد چه اتفاقایی براشون افتاد چه بلاهایی سرشون اومد اون وقت دیگه یه ذره احتمالاً این بادت میخوابه که تو فکر میکنی که خبری یا فکر میکنی که دنیا دست خودت ور بننهد حالا میگه اگر بنهد که خوبه اگر ور بننهد یعنی اگر ننهد چی رو ننهد؟ از سر ننهد این هستی و باد را این ادعاها رو کنار نذاره این تصورات باطل رو نداشته باشه یعنی داشته باشه و فکر کنه که میشه بر تقوا و دانشی که داره تکیه بکنه ور بننهد دیگران از حال او عبرتی گیرند از اضلال او یعنی یا عبرت بگیر یا عبرت خواهی شد آره اینم داستانی بود که من واقعیتش رسیدم بهش دیگه دلم نیومد ازش عبور کنم چون مدت ها هم بود ما شاید چند سال پیش این داستان رو خونده بودیم شاید 8 سال پیش ما این داستان رو خونده بودیم به نظرم رسید الان جا داره که دوباره برگردیم و یه بار مرورش بکنم